فهرست ستاره هایی که از 2022 به تیم می شوند. پیشنهاد بدترین باشگاه جهان به میسی، دو دستگی در میان بازیکنان پی ای جی به خاطر راموس. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. بازیکنان مانند امباپه، پاگبا، کاماوینگا، بنزما، دیبالا، گورتسکا و پیدری از جنوری 2022 می توانند با هر تیمی که دوست دارند وارد مذاکره شوند. میسی که قراردادش با بارسا به پایان رسیده و اکنون بازیکن آزاد است، از بدترین باشگاه جهان پیشنهاد دریافت کرده است. دسته ای از بازیکنان پی جی معتقدند جذب سرخو راموس ایده چندان خوبی نیست. از امروز ستاره های فرازمینی مانند میسی و سرخو راموس به طور رسمی بازیکنان آزاد هستند. با این حال انتظار می رود که میسی در تمام عمر با کاتالان ها متحد شود، برعکس راموس که حتی در شبکه های اجتماعی نیز از مادرید جدا شده است. با این حال لیست بازیکنان که از امروز وارد آخرین سال قراردادشان شدند را تهیه کردیم که پر از فوتبالیست هایی است که انتقال آنها فورا سیاره فوتبال را متزلزل می کند. امباپه، گورتسکا، واران، پیتری، پوگبا، آنسو فاتی، کریم بنزما، دیبالا، کاماوینگا، کیسیه، انسینیه، دمبله، کریستیانو رونالدو، سابیرز، بروزوویچ، پلگرینی، بابا کارکامارا، زوله، بلوتی، دنی کارواخال، استونز و غیره وارد آخرین سال قراردادشان با باشگاه های خود شدند. گرچه بارسا برای ستاره جوان خود آماده پیشنهاد جدید و بلند بردن سقف دستمزد او است. مادرید و بارسا به دنبال ستاره های بزرگ. اگرچه یکی از باشگاه هایی که بیشترین شهرت را در نوع خریدهای ستاره های با نام و نشان دنیای فوتبال دارد، ریال مادرید است. دیگر به دلیل قراردادهایی که باید بررسی شود. واران، بنزما، کارواخال، بیل، ایسکو، مودریچ، ناچو، مارسلو و سرجیو ریباس در سال 2022 از قرارداد خارج می شود. در این بین اما کیلیان امباپه به عنوان رهبر تیم ظاهر می شود که در حقیقت تداوم حضور یا عدم تعهد واران ممکن است منوط به جذب مهاجم پی اس جی باشد. اگرچه طبق آخرین اطلاعات از فرانسه امباپه تصمیم گرفته که قراردادش را تمدید کند، چیزی که با او امکان می دهد تابستان سال آینده به صورت رایگان وارد مادرید شود. پوگبا و کاماوینگا نیز یکی از مهمترین بازیکنان هستند که ریال مادرید آرزوی جذب آنان را دارد. یوونتوس و بایر مونیخ با شرایط اضطراری. یوونتوس و بایر مونیخ تیم های با شرایط اضطراری بزرگ هستند. دیبالا و کریستیانو رونالدو در تیم بیانکنری و گورتسکا، زوله و تولیسو در سمت مونیخ لیست از تجهیزات احتمالی روی میز دائمی خود دارند، هر دو برای سالهای 2022 و 2023، یعنی لواندوسکی، مولر و نویر. بنابراین کریستیانو میخواهد برود و سران یووه نیز انتقال او را بعد نمیبینند، زیرا از شر پرداخت دستمزد 28 میلیون یورو آزاد میشوند. اما اگر آنها میخواهند پول کسب کنند، باید با تجدیدی که به نظر میرسد اکنون روی میز است، باید کار نهایی را انجام دهند. تا آنجا که به بازیکن آرژانتینی مربوط می شود، داستان متفاوت است و به نظر می رسد که هر دو بازیکن باشگاه تمایل به درک یکدیگر دارند و پس از پایان یورو دیدار می کنند. هر دو طرف نتوانستند با یکدیگر دست بدهند، خواستگاران زیاد خواهند بود که وارد عمل می شوند. در ادامه همچنان نام هایی هستند که اگر تمدید نشوند در جدال های واقعی در بازار بازی می کنند. مانند جان استونز از منچستر سیتی، انسینی از ناپولی و بلوتی از تورینو، ستاره های آینده دار مانند کامورا یا بازیکنان قدرتمند برای هر تیم قهرمان مانند کیسی از میلان، سایبرز از لایپزیگ و بروزویچ از انتر میلان. به طور خلاصه یک معمای واقعی که باشگاه ها قبل از رسیدن جنوری باید آن را مرتب کنند و شاید خیلی دیر باشد. کاپیتان بارسلونا و آقای گل تاریخ این باشگاه در حال حاضر و پس از اتمام قراردادش در تاریخ 3 ژوئن بازیکن آزاد است. میسی که سال گذشته قصد ترک کاتالان ها را داشت، پس از ماها مذاکره هنوز نتوانسته بر سر قرارداد جدید با این باشگاه به توافق برسد. و وقتی که برنده 6 توپ طلای جهان رسما بدون باشگاه و بدون شغل ماند، باشگاه کوچک ایبیس برازیل خواست تا شانس خود را برای به خدمت گرفتن این فوق ستاره جهان فوتبال امتحان کند. این باشگاه که در شهر ریسیف برازیل واقع شده است، به دلیل اینکه در سالهای 1980 تا 1984 3 سال 11 ماه را بدون چشیدن طعم پیروزی پشت سر گذاشت، به عنوان بدترین باشگاه جهان شناخته می شود و نامش در کتاب رکوردهای گینیس هم ثبت شده است. آنها 300 هزار فالوور خود در توییتر را با انتشار پیشنهاد قرارداد 15 ساله به میسی که بندهای خنددار نیز داشت حسابی سرگرم کردند. طبق این قرارداد میسی نمیتواند پیراهن شمارده مورد علاقه خود را بپوشد، او لازم نیست گلهای زیاد بزند و همچنین باید اعتراف کند که پلی از دیگو مارادونای فقید، هموطن و سرمربی سابقش بهتر است. بندهای این قرارداد به شرح ذیل است. قرارداد 15 ساله که از اول جولای سال 2021 آغاز میشود. حقوق بر اساس کارایی اگر او استحقاقش را داشته باشد. او نمیتواند گلهای زیاد بزند. او نمیتواند قهرمان شود. او نمیتواند پیراهن شمارده را بپوشد. با افتخار و یادمان مایرو شامپو این پیراهن بایگانی شده است. او 3 بار باید مقابل آینه قسم بخورد که پله بهتر از مارادونا است. میسی که اکنون سرگرم رقابت‌های کوپا آمریکا است، هنوز پاسخ به این پیشنهاد سخاوتمندانه نداده است. گفتنی است این باشگاه در سال‌های گذشته و وقت مورینیو از سمت خود در چلسی برکنار شد، نیز به این سرمربی پیشنهاد خنددار دیگری ارائه داده بود که بندهای شامل تحویل یک سبد غذایی به جای حقوق ماهانه این مربی و همچنین پاداش در صورت شکست تیم و اخراج در صورت قهرمانی بود. آنها همچنین در سال 2013 از تیم ملی اسپانیا که در آن زمان قهرمان جهان بود دعوت کردند تا در یک مسابقه دوستانه برابر هم بازی کنند.
اگرچه باشگاه‌های مانند پاریس سن ژرمن و منچستر سیتی به جذب میسی ابراز تمایل کردند، اما به نظر می‌رسد که میسی قراردادش را برای دو سال دیگر با بارسا تمدید کند. خوان لاپورتا رئیس بارسا امیدوار است که راه برای رسیدن به توافق وجود داشته باشد و میسی به کار خیره‌کننده خود در کاتالونیا ادامه دهد. لاپورتا به ال ترانزیستور گفت: ما می‌خواهیم او بماند ولی او هم می‌خواهد بماند. همه چیز در مسیر درست است. آنچه برای حل فصل باقی مانده مسئله فرپلی مالی است و ما در حال یافتن بهترین راه حل برای هر دو طرف هستیم. من می‌خواهم اعلام کنم که او می‌ماند، اما در حال حاضر نمی‌توانم این کار را انجام دهم، زیرا ما در حال جستجوی بهترین راه حل برای هر دو طرف هستیم. شب گذشته رادیو آر ام سی اسپورت گزارش داد که سرخی راموز و باشگاه پاریس سن ژرمن برای امضای قرارداد دو ساله به توافق رسیدند. قرارداد دو ساله یکی از شرط‌های راموز در مذاکره با ریال مادرید برای تمدید قرارداد نیز بود که از سوی سران ریال مادرید رد شد و همچنین دو باشگاه لیگ برتری که خواهان امضای قرارداد با مدافع کهنه‌کار اسپانیایی بودند را از میدان بدر کرد. هرچند راموز هنوز با پی جی قرارداد رسمی امضا نکرده، ولی در اسپانیا نیز معتقدند شانس پیوستن او به این باشگاه 60% است و 40% نیز احتمال دارد او راهی منچستر سیتی شود. نشریه لو پاریزیان امروز گزارش داد که در میان بازیکنان پی جی در مورد راموز اختلاف نظر وجود دارد و به نوع دو دستگی ایجاد شده است. مخالفان راموز معتقدند که با آمدن او فضای برای کمبپه مدافع ملی پوش باشگاه محدود خواهد شد و او به نیمکت تپید می شود. دستمزد 15 میلیون یورویی راموز نیز حل اختلاف است و این دسته معتقدند چرا با تیاگو سیلوا سال گذشته به دلیل سن بالا تمدید نشد، ولی یک سال بعد راموز باید با 35 سال و دستمزد هنگفت جذب شود. جالب این که تیاگو راهی چلسی شد و با این تیم قهرمانی چمپیونز لیگ را جشن گرفت. راموز که در ریال کاپیتان و رهبر تیم بود هنوز به پی جی نرفته، باعث اختلافات در رختکن تیم شده است. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.